رابین سلام، سلام، حال شما خوبه؟ مرسی، شما خوبی؟ اون دیروز چند وقت پیش تو گفتگو با بی خدای قبلی من یه لینک براتون فرستادم، اونو خوندین؟ من یه لینک فرستادی درباره اقتصادهای میکست. میکس رو به فارسی من اقتصادهای مخلوط مختلط مختلف رفتی به اون اقتصادی چیزی که تو داشتی میگفتی نداشت. تو داشتی از من تعریف کپیتالیزم یا سیستم اقتصادی سرمایه‌داری رو میکردی، ولی به جای اینکه برای من تعریف اون رو بفرستی که نشون بدی تعریف درسته، یه چیز دیگه برام فرستادی که درباره اقتصاد مخلوط یا میکس اکانومی بود. رفتی به بحثمون نداشت چیزی که فرستادی. خوندین اونا کامل؟ بله، پاراگراف اولش رو من خوندم. یه بار دیگه الان میفرستی؟ چون که من یادم چیزی که تو فرستادی جمله اولش تعریف بود، بعد از اون دیگه تعریف نبود، بعد از اون دیگه ویژگیاش بود. سوال چیه ولی؟ برو سراغ سوال. آخه همون تعریف اگه کامل میخوندید، همون تعریفی که شما کابیتالیست دادین رو که بسازید همون داشته بود. نه، بفرست یه بار دیگه که بعد اگه نشون بدم. کامل بودید نه، اشتباه میکنی. نه مرتب بزید. شما تعریف رو با توضیح باتی کردید، ولی سوالت چیه؟ سوالت چیه؟ چون که الان منتظرن ما الان همجوری باید ساکت باشیم که اگه یه موقع دیگه میای که سوال درباره لینک داری، لینکر رو آماده کن، چون که من که نمیدونم تو میخوای درباره چی حرف بزنی. نمیدونم که یعنی لینکر رو آماده داشته باش که بتونیم سریع بریم سراغ اصل مطلب. سوال چیه رابین جان درباره؟ خب الان فرستادم. من بیارم. بذار من فقط روی این ببین، چیزی که برام فرستادی یه مقاله است نوشته What is mixed economy. خب من تعریفش رو اینجا بخونم. A mixed economy is a system that combines characteristics of market, command and traditional economies. It benefits from the advantage of all three, market, command and traditional economies. It benefits from the advantages of all three while also experiencing some of the disadvantages. خب این هیچ ربطی definition and examples of mixed economics. A mixed economy combines the advantages of and disadvantages of three different types of economy. این هیچ ربطی با تعریف من از سیستم سرمایه‌داری نداره. تعریفش فقط اینه که سه تا روش اقتصادی رو با هم قاطی میکنه. رابین جان روی تعریف خیلی گیر نکنیم الان، فقط سوال درباره این چیه؟ آخه نمیشه بود اونجا مثلا اونجا اقتصاد رو مدیریت کنیم، همون کاری که شما گفتید مثلا تو اقتصاد دخالت میکنیم مثلا که بله. کنترل کنیم یا کی؟ دولت یا همجنس. شرکت شخصی کی دخالت میکنه؟ دولت؟ بله مثلا خب قانون معلوم بذاریم که همچین کارهایی بود. خب معلومه، برای اینکه سه تا اقتصاد مختلف، سه تا روش اقتصاد مختلف داره با هم قاطی میکنه. خب معلومه که یک سری چیزا شبیه اقتصاد سوسیالیستی خواهد بود، برای که از همه روش اقتصادی مختلف یه ویژگیاشو داره دیگه. خب معلومه که اگه من یه سری ویژگی های سیستم سرمایه‌داری گذاشتم توی این میکس اکانومی خواهد بود، یه سری ویژگی های اقتصاد سوسیالیستی توی اینم خواهد بود. مگه میشه نباشه؟ اگه همه چی رو مخلوط میکنه، معلومه که همه ویژگی همشونو داره، درسته؟ من فکر نمی کنیم مثلا بعضی بخش خوب دست دولت باشه مثل بهداشت و درمان. بهداشت و درمان به طور کامل؟ یعنی نه، من فکر نمی کنم. من فکر کنم اگه دولت بخواد دخالت بکنه تو بهداشت و درمان، باید مخلوط باشه بین مخلوط، درست دارم میگم، باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی، چون دولت از لحاظ مدیریت شرکت ها خیلی خیلی نقص داره. یعنی اگه دولت خودش بخواد کسایی که مسئول به مثلا یعنی اگه کسایی که سرمایه گذاری میکنن توی شرکت، خب اگه شما جواب ده به کسایی که از لحاظ ببینید توی کشور خصوصی یه سرمایه دار خیلی رئیس مدیر است، درسته؟ به طور غیر مستقیمی رئیس مدیر است، و شما اگه شرکتتون سود نده
عوضتون میکنن، اخراج میشید. ولی توی یک دولت چون که شما رأی میارید و اینکه مثلا یک شرکتی از مثلا کاهش هزینه به طور خیلی مفیدی کارشو انجام بده، من دارم سعی میکنم تو سرم همین رو ترجمه کنم، یعنی سود دهندگی یک شرکت برای سیاستمدارا اونقدر مهم نیست. برای همین که شرکت هایی که به طور کامل تحت یک سیاستمدارا و دولتمدارا دارن مدیریتش میکنن، معمولا از لحاظ کیفیت و از لحاظ مفید بودن سرویس هاشون به شدت افت داره، به شدت از شرکت های خصوصی همشیش پایین تره. خب برای همین اگه دولت هم میخواد وارد مدیریت یک شرکت میشه، بهتره که با پارتنرشیپ یا همکاری با شرکت های خصوصی این کار انجام بده، چون اگه شرکت های خصوصی مدیریت دست اونا باشه، اونا باید جوابده باشن به کسایی که سرمایه دارن تو شرکت و باید سود نشون بدن، و چون باید سود نشون بدن هزینه ها درست مدیریت میشه. میفهمی منظورم چیه؟ یعنی من برای دولت میگه دولت باید نقش داشته باشه، سوده پس مثلا یه انگیزه به نفع ما تموم میشه، چون انگیزشون سوده، مدیریت خیلی حواسش هست به این که مثلا همه چی رو به خرج زیادی نشه. ببینید وقتی مدیریت همه چی دست دولت باشه، خرج بالا خیلی کسی جلوشون رو نمیگیره. خب برای اینکه هر 4 سال یک بار اینا دارن رأی میارن، خب یعنی بودجه ها به طور مثل شرکت خصوصی همه بودجه ها رو کسی حواسش نیست که زیادی بالا نره، برای همین اون وقت کسایی که مالیات میدن خرجشون مالیات دهنده ها برای مدیریت این شرکت ها خرجشون خیلی بالاتر از شرکت های خصوصی میشه. خب یعنی من نمیگم دولت هیچ نباید نقشی داشته باشه، مخصوصا چیزهای مهمی مثل آموزش پرورش و توی هلث کیر رو گفتی چی میشه؟ سیستم بهداشت درمان. بهداشت درمان، چون یه حق مردم هست که اینا به طور مینیمم برای همه باشه، من میگم که دولت باید وارد بشه و دخالت بکنه، ولی این کار رو باید با شریکی با شرکت خصوصی بده، چون که دولت توی مدیریت شرکت ها خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. هر موقع یک بازاری رو کامل دادن دست دولت، معمولا نشون داده شده که دولت به این دولت برای پلیس و ارتش و قضاوت و دادگاه و اینا خوبه، خب ولی برای مدیریت شرکت معمولا مدیریتش نسبت به شرکت های خصوصی معمولا خیلی ضعیفه. برای همین اگه شما اینو بذارین کاملا دست دولت، معمولا هزینه اینا به شدت میره بالا. یه نکته دیگه هم که میخوام بحث کنم، نکته آخر باشه، نکته آخر فهم میکنی؟ تفاوت جنس و جنسیت مثلا تفاوتی با هم دارن یا مثلا جنسیت یا غیر ذاتی؟ جنس و جنسیت منظور سکس و جندره؟ بله. خب کدومش جنس میشه؟ سکس جنسیت میشه جندر؟ سکس میشه جنس، جنسیت میشه جندر. بله اینا با هم فرق دارن، یکیش به طور کامل زیستیه، یکیش یه مقدار زیستیه یه مقدار جامعی. یعنی شما جنس برخی اخلاق اعتقاد دارن که مثلا تفاوت‌های جنسیتی که تو جامعه ممکنه وجود باشه مثلا غیر قابل تغییره. یعنی چی غیر قابل تغییر؟ منظور چیه؟ مثلا اگه تفاوت جنسیتی تو جامعه بین مذکر و مؤنث وجود داره، ذاتیه و کسی نمیتونه تغییرش بده، غیر قابل تغییر تو ابد نیست. منظورتو نمیفهمم. جنس یه چیز کاملا بر اساس زیسته، خب جنس یعنی سکس یا جنس فقط زیسته، جنسیت هویته، درسته؟ جنسیت در باره هویت شماست. جنس در باره بیولوژی شماست. منظورم که اون هویت ذاتیه. نه ذاتی هویت ذاتی و تغییر نپذیره. مگه میشه هویت ذاتی باشه؟ هویت ما کاملا یعنی بعضیاش ذاتیه، هر چیزی که هر موضوع هویتی یه مقدارش میتونه ذاتی باشه و مقدار زیادش بر اساس محیطه. هویت شما همیشه تحت تاثیر محیط شما قرار میگیره. آخه مثلا بگم اینجور چیزا رو مثلا خدا آفرید، مثلا خدا همچین کارایی کرد. خب خدا که چرته، خدا که وجود نداره.
خب اینه که ما جوابش رو میدونیم، شما مگه بی خدا نیست اینجا اینجا؟ من حالا خدا هم وجود، رد ببین خب خدا هم حتی اگه وجود داشته باشه، خب خدا هم اگه شما فرض کنیم که خدا باور باشیم، خب چیزایی هم خدا هم چه میدونم قراردادی هم که من با شما میبندم، خب یا یعنی یه چیز دیگه مثلا بگیم که این که شما ایرانی هستین، خب این یه هویت باشه، خب آیا این به این که تو ایران به دنیا اومدین یا نیومدین تاثیر نداره؟ میدونی لازم چیه؟ یعنی که بگم مثلا شرط کنید شما یک شطرنج بازید، خب این جز هویت شماست، خب این که شما اگه به خدا هم اعتقاد داشته باشین، آیا وجود خدا باعث این هویت شما که شطرنج باز هستی نیست؟ هست دیگه، چون خدا باعث همه چی شده. خب ولی آیا شما البته به نظر خدا باور، خب ولی شطرنج باز بودنتون ذاتی نبوده، شما شطرنج باز که به دنیا نیومدین، درسته؟ یعنی حتی اگه بگن خدا هم اینو تعیین کرده، حتی این معنیش حتی بر اساس عقایده خدا باورم اینو نقص تضادی بر این که محیطی باشه نداره. متوجه میشین رابین؟ مثلا هم اگه کلیپ های یکیشون ببینی به اسم رافی پور، مثلا میگفت یکم نشانه های آخر زمانی که زن و مرد خلقهاشو اینه هم میشه. ما آخر ما باید بگیم، ما باید اینجا توضیح بدیم که رافی پور چرا مزخرف میگه. ما فکر کنم از این گذاشتیم که اینو بخوایم اصلا قبول کنیم، درسته؟ من نمیدونم نقازش بذارید، بیشتر امید دانا رو دیدم. آخه من میدونم آخه یه کسی بیاد بگه که مثلا مرد و زن قیافت عوض میشن به خاطر جن و پری، یعنی خب آخه اینو ما اصلا قابل نقده اصلا یه چیزی اینقدر. بعضی از موقع یه کسی یه اینقدر چرت و پرت میگن که من اصلا موندم بیام چرا نقد بکنم، بیام نقد بکنم که مثلا آخه این جای نقد نداره اصلا. من نمیدونم اینقدر چرت و پرت مزخرفه. یعنی اصلا شما حرف رایفی پور رو اینقدر جدی دارید میگیرین که ما بخوام بیام اینجا بگیم که چرا رایفی پور چرا داره چرت و پرت میگه؟ من نمیدونم، من فکر کنم دارم وقتمو تلف میکنم. خیلی به حرفش باور داشته باشه. خب خیلی بهش باور داشته. خیلی خب، من الان توضیح بدم که چرا نشانه آخر زمان نیست. یه ذره خودتو میوت کن، پرنده خیلی جیغ داره میزنه. من میوت میکنم. من خودم من این آخرین حرفو میزنم رابین جان، بعدم میذارمت پایین برای که مجید منتظره، بعدش هم آشن و آرمان و منصور منتظرن. ولی من حرف آخرم اینه که من نمیدونم چجوری یه کسی اگه بیاد بگه که خب مردا اگه مثل زن رفتار میکنن، زن ها مثل مرد رفتار میکنن، این نشانه آخر زمانه، من بیام توضیح بدم که چرا این مزخرفه، من بلد نیستم. یعنی انقدر من باید یاد بگیرم که چجوری توضیح ببینید یه کسی اگه انقدر بخواد مزخرف بگه، من به جای اینکه بیام نقدش بکنم میام خب بگو از کجا اینو میگی، اثباتش چیه؟ یعنی من بعد یه کسی اینجا باشه که باهاش صحبت کنم، مگرنه اگه فقط حرف این باشه که آرمین بیا نقد کن یه نفر یه همچین حرف میزنه، من میمونم، من مثل اینکه با دیوار بخوام صحبت کنم که بگه به دیوار توضیح بدم که چرا این حرف اشتباهه، بلد نیستم. یه کسی بیاد به من یاد بده. رابین من میذارم پایین، چون منتظر مجیدم. بگو رابین حرف. ممنون، صحبت به شما برام جالب بود. خداحافظ. مرسی، خداحافظ رابین.